فوتوژورنالیست برجسته بریتانیایی که بیشتر به واسطه عکس‌هایش از کمپ برگن‌بلسن در پایان جنگ جهانی دوم و عکاسی از قبایل آفریقایی شناخته می‌شود. جورج راجر در جوانی به نیروی دریایی انگلیس پیوست و سفرهای گوناگونی را تجربه کرد. در جریان دریانوردی ها تجارب خود از سفر را مکتوب می کرد و به مرور هم یاد گرفت چگونه در سفر عکاسی کند. بعدها به دلیل افسردگی کار خود را از دست داد و در سال 1936 به انگلستان برگشت. در لندن به عنوان عکاس جذب مجله بی بی سی لیسنر شد و در سال 1938 مدتی در آژانس بلک استار فعالیت کرد. با وقوع جنگ جهانی دوم، انگیزه قوی برای ثبت وقایع جنگ به او دست داد. عکس‌هایی که او در جریان جنگ جهانی دوم از بمباران بریتانیا توسط نیروی هوایی آلمان در فاصله سال‌های 1940 تا 1941 می‌گیرد، زمینه دعوتش برای عکاسی از جانب مجله لایف را فراهم می‌کند. او از جمله عکاسانی بود که با اعضای واحد فیلم و عکس ارتش بریتانیا در سال 1945 وارد کمپ برگن‌بلسن شد و عکس‌هایش از بازماندگان جنگ در این کمپ در مجلات لایف و تایم به چاپ رسید. عکس‌هایی که در افشای واقعیت پنهان کمپ‌های مرگ تأثیر بسزایی بر افکار عمومی داشتند. تجربه راجر از حضور در کمپ مرگ افسردگی عمیق و بلند مدتی را تا 4 دهه برای او در پی داشت. راجر در سال 1947 در تأسیس آژانس مگنوم مشارکت داشت و 30 سال به عنوان عکاس آزاد با مگنوم همکاری کرد. عکاسی از قبایل آفریقایی از جمله نوبا شاخه ای از فعالیت‌های او در این مدت بود. اغلب عکس‌های خبری راجر از آفریقا در مجله نشنال جیوگرافیک و بعدتر در کتاب انسانی و غیر انسانی به چاپ رسیدند. او در سال 1980 به عکاسی در سفر پایان داد. در سال 2008 نمایشگاهی به پاسداشت یک عمر فعالیت هنری او در موزه سلطنتی جنگ انگلستان برگزار شد.